آیا حقیقی با اون نکته به اون فاکتور منطقی میپردازیم. پرسش ابتدای من این بود که آیا با توجه به اینکه اسرائیل توجیه میکنه که چون فلسطینی‌ها اون کشور رو به رسمیت نمیشناسن شهرک سازی ها ادامه داره، نتیجه این اقدام در واقع حاصل این چند دهه اینه که فلسطینی ها رد میکنن پذیرش کشور اسرائیلی رو؟ و این ببینید طرحی که ملک عبدالله داشت دقیقاً همین بود، در ازای پذیرش مرزهای 67 و مسئله بیت المقدس کشورهای عربی متعهد می شدند که در حقیقت یک پیمان صلح با اسرائیل امضا کنند و در حقیقت دولت اسرائیل رو به رسمیت بشناسند. توجه کنید که الان عربستان سعودی و قطر مهمترین پشتیبانان مالی حماس و فلسطینی ها هستند، بیش از هر کشور دیگری. بنابراین و از جنبه ایدئولوژیک و فکری هم نیروهایی که در درون فلسطین هستن عمدتاً تغذیه فکرشون از جریانات سلفی و اخوان المسلمین هستن. آقای حقیقی، ولی عربستان سعودی که طرح آقای عباس رو حمایت کرد ازش، تایید میکنه این طرح تشکیل؟ بله، طرح ملک عبدالله رو آمریکایی‌ها، دولت آقای جورج بوش در تعلیق گذاشت، اسرائیلی‌ها رد کردن. اون طرحی بود که میتونست عملی بشه و به هر حال اجماع دولت‌های اسلامی، اجماع مسلمان‌ها رو به هم داشت. ولی گفتم که فاکتورهایی که داره اسرائیل نگاه میکنه همش به گونه‌ای است که نمیخواد این قواعد بازی رو از دست بده. ببینید در حقیقت الان صدای بسیاری از جنبش‌های لیبرال یهودی در آمریکا و خود اسرائیل هست که در حقیقت میگن که در این منازعه که داره صورت میگیره اسرائیل داره موضع اخلاقیش رو حتی از جانب کسانی که به دین یهودیت اعتقاد دارن دارن از دست میدن. برای اینکه حرف اونا این هست که مهمترین چیز تورات این هست که به همسایتون نباید بدی بکنید که خودتون نمیپسندید در مورد شما اعمال بشه. در حقیقت اسرائیل با روشایی که داره اعمال میکنه به مسئله اخلاقیش رو زیر علامت سوال برده و موضع سیاسی اجتماعیش رو هم موضع زیر علامت سوال برده. شما مقایسه کنید دهه 60 و الان رو. در دوره در اروپا، آمریکا بسیاری از افراد روشنفکر تحصیل کرده مهاجرت میکردن به اسرائیل یا میرفتن در فعالیت‌های کیبوتس کار میکردن به خاطر اینکه احساس میکردن این سرزمین رویایی قوم یهود است و در حقیقت دارای فضیلت‌های اخلاقی و سیاسی است. الان این موقعیت از دست رفته و حتی شما سیر مهاجرت منفی دارید که بسیاری از افراد از اسرائیل میرن به خارج. این مسئله این هست که دولت، همونجور که آقای جاودان اشاره کردن، این سنگین شدن وزن جریانات محافظه‌کار که دلایل خودش رو هم داره باعث شده که یک نوع رادیکالیزمی در دولت اسرائیل شکل بگیره، این گرایش بنیادگرایی یهودی شکل بگیره و هزینه‌اش رو در حقیقت در طول این سالیان گذشته سربازان آمریکایی دادن، جان سربازان آمریکایی در خطر افتاده، نیروهای اسلامی تونستن یارگیری و بسیج کنن، شاید بخشی از یارگیری‌های نیروهای القاعده، طالبان و مناطق دیگه مربوط به همین مسئله صلح عرب و اسرائیل هست. و علاوه بر این اگه دقت کرده باشید موقعیت آمریکا به عنوان یک ابرقدرت از جنبه اخلاقی در مورد اسرائیل دچار مشکل است. یعنی در حقیقت اسرائیل پاشنه آشیلی شده برای آمریکا در پیشبرد شعار دموکراسی و موارد دیگه‌ای که حالا برمیگردیم. آقای جاودان، اگر نکته داری در این بحث حتما بشنویم. و این پرسشی که باز برمیگرده به نکته‌ای هم که در مورد رادیکالیزه شدن فضا در داخل اسرائیل آقای حقیقی اشاره کردن، این ماجرا، این تحولات اخیر چه تأثیری در درون ساختار سیاسی اسرائیل می‌گذاره؟ بزرگترین تأثیرش این هستش که گروه‌های راستگرا، گروه‌های محافظه‌کار در اسرائیل الان کاملاً صاحب سیاست اسرائیل هستن. من هیچ امیدی نمی‌بینم که گروه‌های چپی در اسرائیل بتونن برگردن به قدرت. حتی حزب کادیما که چپ از مرکز هستش، تقریباً چپی هستش در بعضی از بعضی دیدگاه‌ها. یک نکته دیگه هم که خواستم اضافه کنم، به غیر از اینکه تعصب در اسرائیل، تعصب دینی، گرایش مردم به دین و ترس هستش که باعث این نکته رو من فقط بگم، وقتی صحبت از این میکنید که چپ ها نمیتونن برگردن، وزیر دفاع اسرائیل از حزب کارگر هست؟ نه دیگه، ایشون خارج شدن. خب ایشون خارج شدن، کارگر یعنی هیچ حرفی دیگه برای گفتن نداره در صحنه. خیلی ضعیف هستش. آقای اهود باراک از حزب، الان یک حزب مستقل به نام حزب استقلالشون تأسیس کردن. یک مسئله دیگه که اینجا بسیار مهم هستش، تعداد افزایش تعداد مهاجرین از اتحاد جماهیر شوروی در اسرائیل هستش که آنها از یک کشوری میان که خودتون میدونید که شوروی در زمان جنگ که همیشه تحت محاصره بوده
حالا حساب کنید که کشوری که تحت محاصره بوده، یهودیانی که در اون کشور زندگی میکردن نه تنها محاصره تحت محاصره کشورهای خارجی بودن، بعضی وقتا تحت محاصره هموطنان خودشون بودن به خاطر دین خودشون، و الان که در اسرائیل هستن اونها اومدن این طرز فکر رو با خودشون آوردن و خیلی مشکوک هستن به جامعه بین المللی، و آنها قدرت آنها در سیاست اسرائیل در حال افزایش هستش، و الان میبینیم که آقای لیبرمن، آویگدور لیبرمن، و قدرتش در حال افزایش هستش در اسرائیل، و من بگم که به عنوان یک اسرائیلی امکانش وجود داره که تا 10 سال آینده ایشون میتونه نخست وزیر اسرائیل بشه. تا این حد الان طرز فکر ایشون بین مخصوصا جوانان اسرائیلی مقبول هستش، برای اونها در حال افزایش هستش، و قدرت کسایی که از ایشون پشتیبانی میکنن. یعنی توجه وقتی به شرایط منطقه میکنیم، وقتی تنش در روابط با مصر رو میبینیم، در روابط با ترکیه رو میبینیم، از یک سو مسئله ایران رو میبینیم، آیا افکار عمومی اسرائیل فکر میکنه که این رویه که الان داره دنبال میکنه دولت حاکم رویه درست و معقولی هست؟ برای افکار عمومی اسرائیل، مردم اسرائیل، مهمترین مسئله ترکیه و مصر نیستش، مسئله داخلی هستش. ما الان در اسرائیل فقر در حال افزایش هستش، 25% اسرائیلی ها تحت خط فقر در اسرائیل زندگی میکنن. مهاجران، اکثر مهاجران، حتی از ایران کسایی که میخوان مهاجرت بکنن، 75% یهودی هایی که از ایران خارج میشن میرن ایالات متحده آمریکا، اسرائیل نمیان به خاطر دلایل اقتصادی. و حتی خیلی داشتیم که مهاجرینی که از ایران اومدن به اسرائیل الان دارن میرن آمریکا یا قبلا رفتن آمریکا. مسئله اقتصادی برای اینها مهمتر هستش، و آقای نتانیاهو باید این مسئله رو حل بکنه، وگرنه ما در اسرائیل میتونیم ببینیم که بی ثباتی شاید به وجود بیاد در داخل اسرائیل، مخصوصا از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی. ولی از دیدگاه سیاسی منطقه به نظر من که افکار عمومی اسرائیل هستش که در حال حاضر دولت آمریکا با ما هستش، در حال حاضر کنگره ما، کنگره در با اسرائیل هستش، ایپک از اسرائیل حمایت میکنه، و در آن ور مسئله اونها غزه رو میبینن، حماس رو میبینن، و اعتماد زیادی به طرف فلسطینی ندارن. پس بنابراین برای اونها ترجیحشون این هستش که دولت تمرکز خودش رو از مسائل امنیتی منتقل بکنه به مسائل اجتماعی و اقتصادی اسرائیل که بسیار مهم هستن. ولی از دیدگاه استراتژی به نظر من که اسرائیل واقعا وضع اسرائیل به روی تضعیف هستش در منطقه و سبک‌تر شدن. اشاره کرده که دولت آمریکا اعتقاد دارن، دولت آقای نتانیاهو که با اونها هست، آقای پنتا عملا صراحتا انتقاد می‌کردش در این سفر، و می‌خوام بخشی از صحبت‌های آقای حقیقی آقای پنتا رو در مورد ایران بشنویم با هم دیگه، و اینکه این فضای رادیکال و این فضای قطبی آیا شرایط رو به سمتی خواهد برد که این بهار عرب برای اسرائیل یک زمستان جنگ رو در پی داشته باشه. بشنویم صحبت های آقای پنتا رو در مورد ایران. Very concerned about Iran, and I think the best approach to dealing with that threat. ما درباره ایران بسیار نگرانیم و فکر میکنیم بهترین رویکرد برای رسیدگی به این تهدید برای همه ما این است که به هر کار ممکن دست بزنیم، تا برای ایران کاملا روشن شود که نمیتواند به راهی که میرود ادامه بدهد. آقای حقیقی بشنویم نظر شما رو. به آقای پنتا تاکید میکرد که اسرائیل دست به اقدامات یک جانبه نزنه علیه ایران. خب ببینید، در دولت اسرائیل به ویژه شخص آقای نتانیاهو همیشه این گرایش به ترغیب آمریکا و یا حتی اقدام یک جانبه اسرائیل علیه ایران وجود داشته. شما اگه دقت کرده باشید از سال 2000 به این بر همیشه اسرائیل یک ددلاینایی رو مشخص کرده که آقا 5 ماه دیگه، 1 سال دیگه، 6 ماه دیگه ایران به اون به هسته‌ای دست پیدا میکنه و اگر جامعه بین‌المللی عملی نکنه دیگه همه چی تمومه. آخرینش رو در اسناد ویکیلیکس میبینید که آقای کانینگهام سفیر آمریکا در اسرائیل گزارش میده که آقای ایهود باراک در می 2009 میگه که 18 ماه دیگه حداکثر ایران بمب اتمی داره و الان زمان نیست که جامعه بین‌المللی، شاید هم دیر شده باشه، باید اقدام کنه. در واقع یک نوع ایران حراسی رو در مسئله هسته ایران اسرائیل دائما تزریق کرده به مسئولین آمریکایی و از اونا خواسته که اقدام بکنن و حتی این اقدام نظامی رو خیلی ترغیب و توصیه کرده. خب در این مسیر رهبران عرب هم همصدا شدن با اسرائیل در حقیقت. آقای حقیقی، این ایران حراسی که اشاره کردید چقدر مبنای واقعی داره با صحبتایی که آقای خامنه‌ای در همین کنفرانس انتفاضه؟ ببینید، رابطه ایران و اسرائیل، رابطه ایران
ایران و اسرائیل به هر حال یک تنش‌ها و یک چالنجایی داره. در حقیقت از اواخر دوره شاه شما نگاه میکنید که قدرت ایران، قدرت نظام ایران مورد حراس اسرائیل واقع شده، با اینکه به هر حال در اون دوره ایران دوست اسرائیل محسوب میشد، ولی اگر شما دقت کنید لابی اسرائیل در کنگره آمریکا مانع شد که برخی از سلاح‌های پیشرفته رو از سال 55-56 به شاه بدن، برای اینکه احساسشون این بود که شاه داره بیش از حد بزرگ میشه. واقعیت هست این است که ایرانی‌ها یک گرایش به امپراتوری شدن دارن و موقعی که هر نظام سیاسی در ایران میاد جا پای خودش رو صفر میکنه، احساس میکنه که بایستی یک پلیر برجسته در منطقه باشه. هم شاه چنین وضعیتی داره، هم جمهوری اسلامی. الان ایران احساس میکنه که پلیر بزرگ منطقه‌ایه، ولی در مورد مسئله اسرائیل هم مسئله تضاد ایدئولوژیک میان ایران و اسرائیل بوده. دو تا کشور یک رویاهای ایدئولوژیکی داشتن که در تنافر با هم دیگه بوده. دوم مسئله قدرت هست، یعنی در حقیقت بعد از جنگ به ویژه، چون در دوره جنگ به نظر می رسید که اسرائیل مایل بود عراق تضعیف بشه، چون احساس میکرد قدرت برتری است در منطقه و مایل بود عراق رو تضعیف کنه. در جنگ میان ایران و عراق صنایع هسته‌ای عراق رو بمبارون کرد و غیر مستقیم هم سعی میکرد که تا اونجایی که میتونه عراق رو تضعیف کنه در این ارتباط. حقیقی فرصت خیلی کوتاهی داریم. اگر طرح تشکیل دولت کشور فلسطینی به مجمع عمومی بره، فکر میکنید که ایران رأی مثبت خواهد داد یا منفی یا ممتنع؟ چه موضعی خواهد؟ ببینید، ایران در حقیقت احساسش این است که با دولت آقای نتانیاهو در حقیقت هیچ طرح صلحی محقق نخواهد شد، یا همونجوری که آقای جابدانفر مطرح کردن ممکن حتی به یک نوع رادیکالیسم دیگری بره به سمت توی داخل اسرائیل. در چنین وضعیتی بنابراین سیاست ایران این هست که تخم مرغاش رو میخواد روی سبد بازنده نذاره، چون معتقد طرح مصالحه شکست میخوره. بنابراین اگر بره به سمت شعار مصالحه در حقیقت نیروهای هوادار خودش رو هم از دست میده و در نتیجه میره به سمت اینی که این شعار در حقیقت یگانه فلسطین یگانه رو بده. البته روشهاش با روشهایی که در گذشته مطرح میشده در اوایل انقلاب که مسئله مقاومت مسلحانه نابودی بود، یا حتی شعاری که اولش آقای احمدی نژاد داد، رفت به سمت رفراندوم، و اینم اولین بار سال آقای 73 آقای ناطق نوری در گفتگو با سردبیران نشریات آمریکایی مطرح کرد که مسئله رفراندوم رو مطرح کرد. پس شما اعتقاد دارید که ایران اگر چنین اتفاقی بیفته ایران رأی منفی خواهد داد؟ ایران به نظر من رأی مثبت خواهد داد، ولی به عنوان این که به هر حال اعتقادش هست این گامی است در جهت ایزوله شدن اسرائیل در جامعه بین المللی. برای ظاهرسازی پس رأی مثبت خواهد داد به اعتبارشون؟ به هر حال معتقده که این میتونه کمک کنه به ایزوله سازی، و نباید فراموش کرد به نظر من نقش آقای من یه چیز مایلم اشاره کنم، نقش آقای پروفسور مولانا که در ایران هستن در ترغیب دولت یا جناح حاکمیت به مسئله اون مسئله هولوکاست رو آقای مولانا در این کتاب سیاست خارجی مطرح کردند، قبلا هم مطرح کرده بودند، و مسئله سقوط آمریکا و سقوط اسرائیل. بله. ایشون دائما با توجه به اینکه شهروند آمریکا هستن دائما اینو دارن تزریق میکنن به نیروهای حاکمیت که اسرائیل و آمریکا در حال سقوطن و مسئله هولوکاست افسانه است، و این چیزایی که در حقیقت باعث شده موضع ایران یک موضع بسیار غیر معقولی در جامعه بین المللی قرار بگیره. اجازه فرصت خیلی کوتاهی داریم. این نکته هم بگم که آقای داگان یه مطلبی اشاره کرده بود که ایران فاصله زیادی داره تا بمب اتم رئیس سابق موساد. بله، الان اظهارات ایشون هستش، ولی اگه این نکته بسیار مهمیه بخوام مقایسه که دوست عزیز کردن، الان جمهوری ایران تحت جمهوری اسلامی و ایران تحت شاه غیر قابل مقایسه هستش. الان در نزدیک خونه من در تل آویو 5 تا اتوبوس منفجر شد در دهه 90 که بین آنها نه فقط یهودی ها بلکه چند تا ایرانی کشته شدند. در زمان شاه ما ندیدیم که ایران علارغم اینکه یک رقابتی وجود داشت بیاد این همچین حمایتی بکنه. این واقعا ایران حراسی اسرائیل بر اساس یک خیلی موجه هستش برای مردم اسرائیل، چون تهدید ایران تا شهرهای اسرائیل تا دم در خونه و تا اتوبوس‌هاشون رسیده. و ایران الان مسئله فلسطین به نظر من الان یک موقعیت طلایی، یک فرصت طلایی برای دولت اسرائیل هستش، برای انزوای دولت ایران جلو رفتن و پیشرفت کردن در روند صلح با فلسطینی ها میتونه باعث افزایش انزوای ایران در منطقه بشه. همونطور که میدیدیم آقای محمود احمدی نژاد اومدن در سازمان ملل متحد صحبت کردن، اکثر نمایندگان رفتن بیرون.
اون نمیخواستن گوش بدن، آقای محمود عباس صحبت کردن، همه دست زدن. و حتی اگه الان خود ایران الان رأی مثبت بده به فلسطین، این ثابت میکنه که سیاست ایران در قبال فلسطین تا الان شکست خورده. چرا؟ چون ایران هیچ وقت دو کشور برای دو مردم رو قبول نداشت. ایران کشور اسرائیل رو به رسمیت نمیشناخت و الان میبینیم که ایران اگه رأی مثبت بده، این به خاطر انزوای خودش هستش. و به نظر من دولت اسرائیل باید روند صحبت ادامه بده، نه به خاطر تأمین منافع ملی، بلکه برای انزوای دولت آقای خامنه‌ای. سپاسگزارم از شما آقای مهر جاودان فر. آقای حقیقی از شما هم سپاسگزارم. آقای دکتر علیرضا نامور حقیقی.